به شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس. من علیرضا هستم و با برنامه دیگه از سری برنامه های هنر تفسیر کلام مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مستحضر هستید در طول این برنامه ها ما میزبان برادر عزیزمون آقای محمد ثانوی هستیم. برادر محمد عزیز خیلی خوش اومدید. سلام عزیزم، منم خوشحالم که همراه شما هستم. همینطور سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. ممنون هستیم که در این مدت همراه ما بودید و امیدوارم که بتونید با اشتیاق بیشتر کلام خدا رو بخونید، مفهوم اصلی رو پیدا کنید و با قوت روح القدس این فرامین رو در زندگی های خودتون پیاده کنید. ممنونم برادر عزیز. در این قسمت به بررسی امثال سلیمان میپردازیم. پس از شما دعوت میکنم ما رو همراهی کنید. ممنونم. ما با همدیگه راجع به فرمول برادر محمد صحبت کردیم. پنج به علاوه یک یا سه به علاوه یک. پنج صفحه از کتاب مقدس چاپی، سه فصل از کتاب‌های توی این الکترونیک و یک که میشه طبق تقویم روزانمون امثال سلیمان رو بخونیم، چرا که امثال سلیمان سرشار از سخنان حکیمان است. حالا ما اگر خاطرتون باشه راجع به مشاهده صحبت کردیم، راجع به تفسیر داریم صحبت میکنیم و به امید خدا در برنامه‌های آخر راجع به کاربرد صحبت میکنیم. خب این شد فن سه قدم بنیادین تفسیر، درسته؟ مشاهده، تفسیر، کاربرد. اگر اجازه بدید من میخوام همین داره از توی کتاب امثال بیارم بیرون، ببینم امثال در این زمینه چی داره میگه. بسیار زیبا، بفهمید. امثال عنوان میکنه مشاهده میشه همون دانش و آگاهی. بله. شما مطالعه میکنی و مشاهده میکنی به دست میاری. تفسیر میشه همون فهمیدن و درک کردن یا یادگیری. بله. و در نهایت کاربرد میشه مهارت یا حکمت. بله. که شما دانشی رو فرا میگیری، درکش میکنی و بعد در زندگی پیاده میکنی. بله. امیدوارم ما ممد وقتی که راجع به هنر تفسیر کلام داریم با هم دیگه صحبت میکنیم این سه قدم توی ذهنمون بیاد. بله. یادگیری، فهمیدن و حکمت یا به کار بردن. این میشه سه قدم تفسیر. حالا نگاه کنیم ببینیم کلن این کتابی که داریم صحبت میکنیم چی هست. من در یکی از کتابو داشتم میخوندم، یه تقسیم بندی خیلی جالبی انجام داده بود. ببخشید چون نکات خیلی زیاد هست من مجبورم که از روی نوشته هام از روی نوتام نگاه کنم، عذر میخوام ازتون، چون نمیخوایم خدا نکرده یه مطلبی رو بگیم بعدا بگیم آقا ببخشید ما اشتباه کردیم. خب فصل 1 تا 10 مثل موعظه های کوتاهه. بله. فصل 10 به بعد موضوع صحبت های انگار تک بیتیه، اگر بخوایم روش بله. بیت بذاریم، یا مثل ضرب المثل هایی که ما توی فارسی داریم. بله. مثل مرغ یه پا داره. بله. این بله. چیزایی که رایج بوده. حالا کتاب امثال برای کی بوده؟ کتاب امثال مجموعه حکمت برای خانواده سلطنتی و اشراف بوده. بله. یعنی وقتی که ولیعهد و شاهزاده ها در دربار درس فرا می گرفتن و یا حتی اشراف زاده ها چه چیزایی رو یاد می گرفتن؟ امثال رو. بله. حتی وقتی که سران مملکتی یا دربارها از کشوری به کشور دیگه می رفتن دانش و آگاهی یا حکمت خودشون در مورد این امثال رو نه به رخ همدیگه بکشن بلکه به همدیگه نشون میدادن که چه چیزی رو میدونستن. و واقعیت امر اینه این چیزی که ما در اینجا داریم نمیتونیم بگیم که سلیمان نبی همه رو نوشته. نه، سلیمان نبی جمع‌آوری کرده. بله، تألیفش کرده این رو. بله. بله. خب در کل کتابی تجربی و عملی، کتابی برای همین خدمت رو عرض کردم 31 فصل داره. روزانه ما یه فصل رو بخونیم، چرا که اینقدر مطالب زیاده که به یه نشست به یک سال خوندن توی ذهنت باقی نمیمونه، بلکه باید اینقدر در طول عمر خودمون بخونیم که جزء وجود ما بشه و بدونیم که باید
در چه مواقعی چه کار کنیم. بله. خب کتاب امثال چه نوع کتابیه؟ سخنان حکیمانه و پند و اندرز میده. بعد من دوست دارم شما من بعد وقتی که شما و عزیزان ما وقتی که دارید کتاب امثال رو میخونید توجه داشته باشید که یک معلم داره به ولیعهد به شاهزاده ها درس میده. شما با این دید نگاه کن، شما در خور یک شاهزاده، در خور یک ولیعهد باید بیاموزی و رفتار کنی. همینطوره. و به واقعیت وقتی که غلاطیان و رسالات دیگه در عهد جدید عنوان میکنه که ما فرزند خوانده های خدا میشیم، خدای ما پادشاه، من ولیعهدم، من شاهزاده هستم. پس قربون شکل در خور یک ولیعهد، یک شاهزاده رفتار کن. نه تنها زندگی کن، بلکه با دیگران هم مثل یک ولیعهد رفتار کن. و خدا میخواد که من و شما هم این حکمت رو داشته باشیم. وگرنه این حکمت فقط میمون برای اشرافزاده ها و خانواده های دربانی. این کتاب میاد حکمت رو در مقابل حماقت میذاره، دوتا رو با هم دیگه نشون میده، خدا رو در مقابل انسان نشون میده، فروتنی رو در مقابل غرور نشون میده، حیات رو در مقابل موت، پشتکار رو در مقابل کاهلی، ازدواج رو در مقابل زنا، احساسات رو در مورد احساسات و عواطف و مهربانی در مقابل عصبانیت، در مقابل در مورد خانواده، در مورد ازدواج، در مورد فرزندان، دوستی و امثال هم میاد صحبت میکنه. چه مطالب ژرفی. بله. و امید من اینه ما هر روزه اینو بخونیم و بدونیم که به عنوان دختران، دخترخوانده های خدا، پسرخوانده های خدا، ما چطور باید رفتار کنیم با یکدیگه و با دیگران. بله. خب بسیار زیبا. یه مطالبی در امثال سلیمان هست که ما باید بهش توجه کنیم. اولین چیزی که برای من قابل توجهه و دوست دارم عزیزان بهش توجه داشته باشن یه سری مواردی هست. مثلا شما امثال سلیمان فصل 16، ببخشید فصل 6 آیه 16 رو بیارید. چشم. شش، بلکه 7 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد و نمیتواند تحمل کنه. یکی از سبک های نگارش امثاله. بله. میگه 6 ولی 7 است. یعنی چی؟ میخواد بگه که این لیست کاملی نیست، ممکنه چند تا دیگه هم باشه. بله. و به همین ترتیب در جاهای دیگه به همین سبک صحبت میکنه. بله. ممکنه امروز در زندگی های ما مورد دیگه هم هست. این یکی از موارده. بعد تمام امثال بر پایه امثال 9 یا 10، فصل 9 آیه 10 رو بیارید. بله. ببینیم کلام خدا چی میگه در این مورد. برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری، اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردی. اگر تمام اینا رو بدونیم بله. ولی اتکا به خدا نداشته باشیم هیچ ارزشی نداره. بله. پس امثالی که حکمتی که به ما داده شده بر پایه ترس، احترام، توکل به خداست. آمین. یه آیه دیگه هم هست در همون جا، فصل 8 آیه 13. بله. فصل 8 آیه 13. احترام به خداوند یعنی نفرت کردن از بدی. من از غرور و تکبر، از راه‌های بد و زبان دروغگو نفرت دارم. احترام به خدا یعنی چی؟ یعنی اجتناب یا دوری یا نفرت کردن از بدی. درسته. در کتاب مقدس وقتی که واژه نفرت در مورد خدا داره میاد یعنی دوری کردن. بله. اجتناب کردن. نه بله. اون نفرتی که ما نسبت به از روی گناه نسبت بله. به چیز داریم. نه. خدا نفرت داره یعنی دوری میکنه و میخواد که من و شما هم همچین برخوردی داشته باشیم. ممنونم برادر عزیزم. اگه اجازهتون باشه یه تنفس کوتاهی با بینندگان داشته باشیم و در خدمت شما حتما، باشیم. حتما. بینندگان عزیز تا چند لحظه دیگه در خدمتتون خواهیم بود.
بینندگان عزیز مجدداً در خدمتتون هستیم و من وقت رو به برادر عزیزمون آقای محمد میسپارم. برادر محمد عزیز بفرمایید. پس احترام به خدا یعنی دوری از بدی کردن. بدی کردن. بله. تموم شده رفت. هیچ معنی دیگه ای نداره. خب ما وقتی که به امثال میرسیم، بله، من اینجا 8 تا مورد رو دارم که میخوام خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. حالا شاید فهرستوار عنوان کنم که عزیزان برن دنبالش و مطالعه کنن. امثال میاد برای ما تشابه و قیاس رو میذاره، بله، و گاهی با واژه مانند، مثل، همچون اومده. بله. و به یاد داشته باشیم امثالی وقت که ما راجع به صحبت میکنیم فقط اختصاص به امثال سلیمان نداره، امثال در جاهای دیگه کتاب مقدس هم هستش. بله. همچون نور رفتار کنید. بله. هر بشری مانند گیاه هست. بله. فقط تشابه داره نشون میده و چیز دیگه ای نیست. بله. این یک. مورد دوم استعاره. بله. معمولا در مورد استعاره از واژه بود و هست استفاده میشه. بله. مثل یحیی فریاد زد این است برای خدا. بله. شما نمک جهانید. بله. هستید. مورد سوم. بله. ما به اصطلاحات توجه کنیم. من باب مثال در جاده امواس ما داریم میبینیم که شاگردا دارن میرن بعد از قیام عیسی. بله. مسیح، و عیسی با این شاگردان دارن گفتگو میکنن و این شاگردان متوجه نیستن که چه اتفاقی داره میفته. بله. شما این واقعه رو میتونید در لوقا فصل 24 آیه 32 نگاه کنید. من براتون میخونم. در ترجمه های لغت به لغت عنوان میکنه که پس وقتی که ایشون داشت با ما صحبت میکرد، یعنی عیسی، دل ما داشت میسوخت. خب دل میسوختی که الان ما باور داریم یا استفاده میکنیم با دل سوختی که اون موقع میگفت متفاوته. بله. حالا دل سوخته ای که البته در ترجمه مژده میگه دل ما میتپید. بله. اگر بخوایم دلسوزی رو که واژه اصلی است ما بخوایم امروز بگیم با چه معنی عنوان میکنیم، به این صورتی که ما از شدت هیجان به شور اومده بودیم، یا عامیانه بگم میخواستیم بال در بیاریم پرواز کنیم. بله. این پس دقت کنیم که اصطلاحی که در اون زمان به کار برده میشه ما مفهومش رو در این زمان به دست بیاریم. بله. در امثال، کتاب امثال و امثال دیگه، ما از شخصیت انگاری باش مواجه میشیم. یعقوب 1:15 میگه گناه را همچون زایمان بیان میکنه. بله. گناهو میاد مثل زایمان توصیف میکنه، مثل درد زایمان. بله. یه چیزی متولد شده. بله. شخصیت انگاریه. اشعیا این موردیه که خیلی بعد مواظب باشی. من عزیزان رو دیدم که متاسفانه به اشتباه اینو تفسیر کردن. میگه که درختان شادی میکنن. درختان شادی نمیکنن. بله. مزامیرم میگه برای دستک میزنن و میگه ببینید حتی درخت ها هم دستک میزنن برای خدا. نه. یعنی تمام خلقت به خدا احترام میذاره. آمین که همینطوره. چون اینجوری باشه پس آقا درخت هم پس یعنی روح و شخصیت و آدمه. داره تشبیه میکنه. بله. دقیقا شخصیت انگاری. بله. مثلا در امثال فصل 8 ما میبینیم راجع به یک زن شایسته داره صحبت میکنه که چه کارهایی انجام میده. اگه شما همچین زنی رو در هیچ موقع دنیا پیدا نخواهید کرد، چون اون سوپر وومنه، اونی که اونجا عنوان کرده، صبح بلند میشه میره خریدش رو میکنه، تجارتش رو انجام میده، بعد میاد صبحونه برای شوهر و بچه‌هاش درست میکنه، کارگران رو مزرعه میفرسته. ما همچین چیزی نداریم. ولی میشه تلاش کنم. حالا تلاش کرد در این راستا. بعد پیدایش فصل 1 آیه 27-28 میبینیم میگه که خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. بله. داره اینجا شخصیت انگاری میکنه. بله. چرا که میخواد عنوان کنه که ما رو از لحاظ اخلاقی، از بله، لحاظ عاطفی اومد شبیه خودش ساخت. نه چیز دیگه ای. در مورد پنجم، انسان پنداری، و همینطور موردی که شاید در فرهنگ ما یه مقدار ناخوشایند، حیوان انگاری. بله. که میاد
مثلا راجب دست خدا صحبت میکنه، بله. راجب چشم خدا صحبت میکنه، مگه خدا چشم داره؟ مگه خدا دست داره؟ به هیچ وجه. حالا این موردم توی پرانتز داشته باشید، موضوع پسر خدا بودن تحت لفظی نیست که دوستان مسلمون میان از ما ایراد میگیرن، بله. انسان انگاریه، بله. صحبت سر مقام، جایگاه، ذات عیسی مسیح، رابطه عیسی مسیح با خدای پدره، بله. مزمور 110 آیه 1 میگه آسمان تخت من است و زمین پاینداز من. یعنی خدا اون اینجا داره انسان انگاری میکنه، انسان پنداری میکنه، بله. بله. و صحبت از حیوان پنداری شد. یه مثال براتون بزنم، متی 23 آیه 37 عیسی به اورشلیم عنوان میکنه، میگه مثل مرغ که جوجه هاشو زیر بالش میگیره، بله. منم این کارو با تو انجام دادم، بله. ما با چنین چیزی هستیم. حالا دیگه مفهوم اون امثالو بگیر، اون مفهوم محوریشو، بله. و بعد بیا از اون تعلیمش استفاده کن برای توی زندگیت، بله. بسیار زیبا، بله. و ما میبینیم در منباب مثال در مورد بیان مؤدبانه، بله. کتاب مقدس خیلی چیزها رو به راحتی عنوان نمیکنه. منباب مثال در ماجرای مریم و یوسف میگه مریم و یوسف مریم رو نشناخت، بله. به جای اینکه از واژه رابطه جنسی استفاده کنه، از اون استفاده میکنه، بله. فقط برای اینکه مؤدبانه ترش کنه. و نه فقط اون، ما در اول پادشاهان فصل 18 آیه 27 میبینیم که ایلیا میاد خدای بت‌پرستان رو مسخره میکنه. حالا کاربردش این نیست که من و شما بلند شیم بریم خدای دیگران رو مسخره کنیم، نه، هر موقع من و شما به مقام ایشون رسیدیم بعد اون موقع خود دانی خدا بهت میگه بعد چی کار کنی، ولی الان نه. فقط من روی سخنم به مطالبی که اونجا عنوان شده، ترجمه های مختلف واژه های مختلفی رو به کار برده، بله. من اجازه بدید من عین لغت به لغتش رو بگم و بعد میاییم پایین تر ببینیم که چی هست. بفهم. میگه شاید خداتون رفته پاهاشو بپوشونه، شاید رفته خودشو راحت کنه. حالا داریم نزدیکتر میشیم، شاید خدای شما مشغوله، بله. و عامیانه عامیانش خداتون رفته دستشویی. ببینید فقط برای اون زمان مؤدبانه تر از این واژه استفاده نشه. ممکنه بعضی از عزیزان بگن که آخه این چه طرز نوشتنیه برادر. خب اجازه بدید ما به فرهنگ خودمون نگاه کنیم. لااقل در دورانی که من زندگی کردم تو این مدت این واژه ها رو ما استفاده کردیم. بشوریم ببینیم چند تاست. خلا، مسترا، توالت، WC، دستشویی، سرویس بهداشتی. 6 تا واژه ما برای این مسئله به کار بردیم توی چند سال؟ تو 50 سال. بله. بعد شما به کتاب مقدس نگاه میکنید، ببینید بعضی وقتا ما باید به دنبال معنی اصلیش باشیم و ببینیم به چه منظور اینو عنوان کرده. حالا شما بیا پاهاشو، خدای شما رفته پاهاشو بپوشونه یعنی چی؟ واقعا من الان دارم بهش فکر میکنم دارد چه سخن میگه اینجا. در اون زمان رسم بر این بوده، بله، در اون زمان دقیقا. پس حالت مؤدبانه صحبت کردنش به اون صورته. خب بعضی وقتا میگه ما بعضی از نمونه هایی که توی کتاب مقدسمون داریم، اگر از کتاب مقدس ترجمه لغت به لغت یا هزاره دارید استفاده میکنید، بعضی وقتا قبل از اینکه شما حتی بیایید مطلبی رو ازش استخراج کنید، بله. که بشه ملکه ذهنتون، اگر سخت قابل درک نیست سریع برید روی ترجمه های ساده معاصر، حتی برید سراغ مژده.
من پیشنهاد من میکنم ما تعداد کتاب مقدس های فارسیمون برای کودکان خیلی کمه. من پیشنهاد میکنم اگر دیدید هنوز متوجه نمیشید چی به چیه، موضوع از چه قراره، برید روی ترجمه کودکان، چون ترجمه کودکان میاد لپ مطلب و ارائه میده. کتابی که چند وقت پیش خدمتون معرفی کردم، قصه های شبان نیکو، که خوشبختانه هم به زبان فارسی هست، هم به زبان دری هست، به زبان گیلکی هست، میتونید اونجا برید و نگاه میکنید. به باب مثال یک داستانی که شما یا ماجرایی که در 10-15 فصل اتفاق افتاده و شما درگیر اسامی شجره نامه ها، محل ها، مسافرت ها میشید و واقعا گم میشیم اونجا، لب مطلب رو در یه صفحه براتون میده. پس اونا رو بخونید، متوجه بشید که جریان از چه قراره. و وقتی که شما صحبت ایلیا رو نگاه میکنید، میبینید ایلیا داره خدای اونا رو مسخره میکنه و بس. خب مورد ششم، اغراق. ای وای، مگر توی کتاب مقدس اغراق هم هست؟ بله هستش. بله. سبک نگارشه. بله. مگه ما نمیریم اگر احیانا یه کنسرتی باشه، یه مسابقه فوتبالی باشه، میریم اونجا میگیم ای تمام دنیا اومده بودن اونجا. بله. آیا بله. تمام دنیا اومده بودن؟ نه. یا مهمونی احیانا خارج از ایران توی شهر شما باشه، یهو میگم ای با تمام ایرانیای شهر اومده بودن. نه. اونجا نه. ما در چند جا این مسئله رو داریم. انجیل یوحنا فصل 21 آیه 25 رو من میخوام شما قرائت کنید. چشم. که عینیه دیگه برای همه ما که چطور یوحنای رسول از این سبک نگارش استفاده کرده. فصل 20 آیه 21 25 25 21 25 عذر میخوام. چشم. 21 25. عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک نوشته میشد، گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته ها را می داشت. آیا واقعا دنیا نمیتونست گنجایش داشته باشه؟ بدون شک از همون صنعت اغراق یا که گفتید سبک نگارش. سبک نگارش یعنی بسیار گفته شده. بله. در کولسیان این مسئله رو ما میتونیم ببینیم، در اعمال رسولان مسئله رو میتونیم ببینیم. بله. که عنوان میکنه که پیغام مسیح به سراسر دنیا رفت. بله. آیا واقعا به سراسر دنیا رفت؟ نه. هیته ای که اونا مسافرت میرفتن رو عنوان میکنه به سراسر دنیا. ما در تولد عیسی مسیح هم میبینیم که عنوان میکنه که قیصر دستور داد که تمام دنیا رو سرشماری کنن، اشاره به امپراتوری خودشه. بله. که عنوان میکنه. مورد آخر طعنه و یا مسخره کردنه. که بله، مثلا در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 5 پولس رسول به کلیسا داره عنوان میکنه که من رفتم کلیساهای دیگر رو برای شما غارت کردم. بله، غارت کردم. یعنی چی من رفتم غارت کردم؟ نه اینکه رفته واقعا دزدی کرده، خودشو به آب و آتیش زده که برای این کلیسا اعانه جمع کنه. بله. که میگه بله من رفتم غارت کردم. بعد پس این 8 مورد سبک نگارش امثال هست. و بازم تکرار میکنم، وقتی که میگیم امثال، نه فقط امثال سلیمان. بله. که این امثال در جاهای دیگه هم اومده، که به این ترتیب ما ازش باید استفاده کنیم و متوجه باشیم راجع به چی داره صحبت میکنه. برادر محمد عزیز، ممنونیم برای این دروس پربرکت. خواهش میکنم. مرسی. واقعا من هر درس بیشتر پی میبرم که چقدر مطالب مفید، ابزارهای کاربردی رو شما به فیض خدا در اختیار ما میذارید. واقعا از شما ممنونیم. و من مطمئنم شما بینندگان عزیز هم از این درس ها برکت یافته اید و برکت خواهید یافت. برکت خدای زنده با زندگی های تک تک شما
عزیزان بیننده باشه. شما رو تا قسمتی دیگر از این سری برنامه ها به خدای عظیم می سپاریم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.